قانون رو داریم در عنوان به صورت یک قانون شهرداری که طی اون قانون شهرداری میتوانه بخشی املاک اراضی را در راستای تحقق ماموریت‌های فرهنگی و مذهبی به بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنه تحت شرایطی به صورت محدود. و خوشبختانه باید بگم که بررسی‌هایی که و پیگیری‌هایی که انجام دادیم، سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در این خصوص یک اقدام بسیار بسیار ارزشمندی انجام داده که من فکر می‌کنم طی هفته‌های آینده از این موضوع رونمایی خواهد شد و اطلاعات اون هم چیه به مردم گفته خواهد شد. قریب به 1700 ملک و ساختمان و آپارتمان به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و متأسفانه باید بگیم که بخش عمده‌ای از این املاک در برخلاف اون مأموریت‌های فرهنگی که قرار بود در اونجا فعالیت بشه دارن چیه فعالیت میکنن مبتنی بر منافع شخصی و برخلاف گروهی خودشون. به هر حال مسئولی این کار همین عدم شفاف سازی بوده و مدیریت شهری که به نظر میشه هم شورا هم شهرداری که من هم به عنوان یکی از اعضای شورای گذشته هستم مسئولیت داریم که چرا باید یه همچین مجموعی از تصمیم‌گیری‌ها که اینها منافع مردمه، متعلق به آحاد مردمه، متعلق به شهر تهران، به شهرداری تهرانه، به نهادهایی، به اشخاصی، به افرادی واگذار بشه که هیچ گونه نظارتی هم نشه و اونها در از بخشی از اونها رو ببرن در حوزه‌هایی که جدای از مأموریت‌های واقعی هست چیه از اونها استفاده و بهره برداری بکنن.